میپرسم دانشگاه UCLA بیشترین تقاضانامه برای رفتن در پاییز هر سال میگیره. بله. در امریکا درسته؟ در دنیا. چند نفر اقدام میکنن؟ 140,000 نفر. 140 هزار نفر برای undergraduate. بله. بله. چند نفر وارد میشن؟ undergraduate برای سال پیش 7,000 نفر. آه، یعنی 10% هم کمتر. خیلی سخته وارد شدن، خیلی مشکله. میگم یه مثل لاتریه، چون بچه ها که میان یعنی اپلای میکنن اکثرشون جی پی آی باف 4.0 دارن، همه کارهای اکسترا کریکولر کردن. ولی خب خیلی، حالا نه که من UCLA رفتم، شاید هم بخاطر که من UCLA رفتم، خیلی دانشگاه یونیکه، جای خیلی فوق‌العاده‌ایه، تو بهترین شهر دنیاست. بله. و جایی که از نزدیک هالیوود هست، نزدیک مالیبو هست. شهریش بسیار کمه در مقابل مقایسه با بقیه دانشگاه، و از نظر اکادمیک خیلی قویه. خب همه دوست دارم بیان اینجا. شما هم که اونجا رفتید. ولی ایشون از اول هم که آمدن گفتن جلسه دارن، با وجودی که همه چی قدغنه، ولی جلسه ایشون بازه. بله. باید برگردن. خیلی خوش آمدید که تشریف آوردید. من میگم تو رای موسیقی خوب که میخواد بگید که ما براتون وقتی رسید تو ماشین بشنوید. چی دوست دارید؟ بله، هرچی از هایده اگه بذارین من همه یا آهنگ بهار داره فکر میکنم هایده، همون خیلی هم عالیه. پس شما یه 5 دقیقه طول میکشه تا بخواد تو برسید به خیابون و تو ماشین باشید. خیلی ممنون پوریا عباسی. متشکرم آقای کمالی. این هفته من که امروزش با شما 3 نفر آغاز شد، حتما هفته بسیار خوبی خواهد بود. بخواستم از طرف همه جامعه از همه شما تشکر کنم. واقعا اثرگذار مثبتی تو جامعه ما. من واقعا این اتای دل میگم. شما چون در انسینو زندگی میکنید، یعنی جنوب انسینو، یعنی تارزان میشه دیگه اونجا، ما به شما هم میگیم پوریای ولی. بله، با افتخار. نزدیک لورو کافه زندگی میکنم. اوکی، صبحونه بیایم پلو. مرسی خیلی آی پوریا عباسی. مرسی. میگن که چراغ ما هنوز روشن، این فیلم ما رو دارن میبینن. من اگه میدونستم پیرنم عوض میکردم. چرا وسط برنامه پیرن دارن عوض کنه؟ نه صبح. آی کمالی فقط اگه اتکلم بزنین قبوله، اصلا پیرن و اینه جواب نمیده. سرمو شونه میکردم خوشتر از این میشه. نه آی کمالی فقط اتکلم.
یعنی واقعا ما نمیبینن همینطوری. دوستان عزیز ما چه شکلی هستیم؟ خب اجازه بدید من اون 10 تا فیلمی که شما دوست دارین مال آدمای بزرگ بزرگتره بهتون بگم. شما هم همش 10 تا 10 تایی دارن چیکار کنم دیگه؟ ببینید 10 تا فیلم من بهتون میگم حالا که تو خونه بیشتر. ببین خیلی مهمه، من از همه میپرسم تو نتفلیکس کدوم فیلم نگاه کنم و این چون تو خونه هست خیلی کمک میکنه به خانواده ها. اولا 10 تا فیلمی که انتخاب کردم 14 تا انتخاب کردم اینکه خیلی راحت تر بشه. سری میگم A Walk in the Clouds، خیلی عالیه، نگاه کنی، انتونی کوئن. شاشنگ ریدمشن، فرار از زندان در سالهای 1930. History of Violence، عالیه این فیلم. History of Violence این که خشنه، معلوم خشنه نه، ولی خیلی خوب، عالیه، داستان عالیه داره. فارگو، فارگو در نورث داکوتا ولی جایزه اسکار هم برد، فیلم فارگو. 1917 امسال جایزه اسکار بود. جدایی نادر از سیمین، اوه سیمین نادر، فارسی فرق نمیکنه، فرق نمیکنه. سپریشن در لیستی که من پیدا کردم بوده. بعد شیندلرز لیست، اینو دیدین که شیندلرز لیست؟ علی برای که نمیدونم کم دردناکه نه؟ خب چه فیلمای عالی ساخته شده. شما میگید که بل حال کنید خب. نه اینو برای دیو بچه‌ها خوابیدن، شما نگاه کنید. بچه‌ها خوابیدن، خودم خوابتون میبرم. یکی از بهترین فیلمای تاریخ سینمای آمریکا فورست گامپ. فورست گامپ. این دیگه جالب، نگاه کنید. او این جایزه اسکار برد، ترسناکه ولی عالیه. The Silence of the Lambs. هر چی خانم زوره فیلم خشن و ترسناک و همچی وحشت انگیزه ایشون داره میگه ببینید. تایتانیک، تایتانیک خوبه که. اونم آدم میدونه آخرش بدبختیه. گود فلوز. فیلم هیت، رابرت دنیرو. میدنایت ران، رابرت دنیرو و بالاخره سکور. بابا بگید هفت روز برای هفت برادر آدم نگاه کنه، هارد کنه. این یا 14 تا فیلم من بهتون توصیه میکنم اگر ندیدین ببینین، واقعا یکیشو حداقل ببینین. یکیشو اب نداره. خب اینم از این ماجرا. این از این ماجرا. ما تا قبل از که با دوستان عزیز صحبت کنیم، اول با دوستان راه دور صحبت کنیم. صحبتتون بخیر. الو؟ بله بله. ایشونا. ایشون بله. با سپاس جناب کمالی. بفرمایید. بقیه. می‌خواستم خدمت تو عرض کنم. این آهنگ یکم گوش خدمتون، شما خیلی یواش حرف میزنید. ما الان باید بریم به دفتر آقای دکتر مهران منش و تبریک نوروزم بهشون بگیم. خیلی ممنون. قربان شما، تبریک نوروز به شما و همه شنوندگان عزیز. با درود به شما و